اینجا روبروی مجلس شورای اسلامی است. روز گذشته تعدادی از خانواده‌های بیماران مبتلا به SMA در همین نقطه تجمع کردند تا برای پیگیری‌های چند ساله خود پاسخی دریافت کنند. تلاشی طولانی برای تامین هزینه داروهای گران قیمت این بیماری که هنوز در فهرست بیماری‌های خاص قرار نگرفته است. SMA یک بیماری ژنتیکی است که به علت تخریب سلول‌های شاخ قدامی نخاع به وجود می‌آید و اعصابی که حرکت ارادی ماهیچه‌ها را کنترل می‌کنند از بین می‌روند. این بیماری سه تیپ مختلف دارد که در تیپ 1 آن علائم در دوره نوزادی بروز می کند و بیمار در صورت عدم درمان قبل از 2 سالگی فوت می کند. در تیپ های دیگر علائم بیماری دیرتر ظاهر می شود و مبتلایان در سنین بالاتر دچار مشکلات شدید جسمی، حرکتی و ضعف سیستم تنفسی می شوند. تا 4 سال پیش دارویی برای درمان SMA وجود نداشت و بیماران فقط درمان‌های حمایتی دریافت می‌کردند، اما حالا 3 دارو برای درمان این بیماری ساخته شده است. در حال حاضر فقط 700 بیمار به صورت رسمی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شده‌اند که این داروها روی 400 بیمار تأثیر بیشتری دارد. برآوردها نشان می‌دهد هزینه تامین داروهای 1 سال این گروه 300 میلیارد تومان است که هر سال نیز 100 نفر به این آمار اضافه می‌شود. غذا و دارو گفته که ما باید بررسی کنیم هزینه بر اثر بخشی این داروها رو. هزینه بر اثر بخشی داروها وقتی مطرح میشه که یک داروی معادل ایرانیش در بازار وجود داشته باشه و بعد بگیم که آیا صرف میکنه که این داروی خارجی وارد بشه یا نه. ولی وقتی که هزینه جان انسان در میانه که اگر این دارو نرسه جان انسان ها از بین میره، دیگه هزینه بر اثر بخشی مفهومی نداره. بنابراین اینا اصلا نباید وارد این مقوله ها بشن وقتی جان انسان در خطره، چون داروی جایگزینی نداره که بگیم که حالا این دارو اگر بهبودی بیشتری میده نسبت به قبلی حالا هزینه بر اثر بخشی ندارد. باز با این حال گفتن که آقا برای این داروها باید محاسبه بشه. شرکت ها هم رفتن کار خودشون رو انجام دادن. خب معلومه که محاسبه بشه باز هزینه بر اثر بخشی نخواهد داشت، چون هزینه های این داروها خیلی زیاده به نسبت اینکه هزینه های بیمارستانشون و اینا رو حساب بکنیم. تجهیزاتی که نیاز دارن باز پوشش هزینه دارو رو نمیده. ولی خب اگر این دارو نرسه جان انسان در خطر میفته و فوت میکنه. وزارت بهداشت در پاسخ به پیگیری های ایسنا میگوید با توجه به بررسی های صورت گرفته هزینه اثر بخشی این 3 دارو در شورای تدوین فهرست داروی کشور تایید نشده و به تبع آن وارد فهرست داروی کشور هم نشده است. تا کنون جلساتی با حضور متخصصان و شرکت های دارویی برگزار شده، اما وزارت بهداشت و این شرکت ها تا امروز به نتیجه مثبتی در این زمینه نرسیدند. خانواده این بیماران 3 ماه پیش جلسه با رئیس مجلس برگزار کردند و همچنان منتظر پیگیری خواسته های خود هستند. قرار است هفته آینده جلسه در کمیسیون بهداشت مجلس با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، بیماران و یک متخصص برگزار شود. محکم اما زانوات صاف. خسته بیا قربونت. خسته شدم.